سلام، من علیرضا اشرف‌پور هستم و این در واقع قسمت دوم از سری ویدیوهای آموزشی مربوط به تکنیک گیتاره که اگر قسمت اول رو دیده باشین میدونین که 3-4 قسمت اول رو در واقع اختصاص دادیم به مروری بر در واقع یک سری مبانی در مورد گیتار که اگر همه، مخصوصا کسایی که تازه شروع کردن به ساز زدن، اینها رو بدونن، در واقع برای جلسات بعدتر و درسهای پیشرفته تر کار راحت تری رو در پیش خواهیم داشت. جلسه قبل در 5 پوزیشن مینور پنتاتونیک زدیم و این جلسه میخواییم کمی در واقع چیزی رو یاد بگیریم که در مبحثی به نام هارمونایزینگ میگنجه. میخواییم دو تا تمرین یاد بگیریم. اولا اینکه اصلا هارمونایزینگ یعنی چی؟ هارمونایزینگ یعنی هر نوتی از هر گامی رو به همراه یک یا چند تا از فواصلش همزمان به صدا در بیاریم. ما دفعه پیش مثلا روی همون مینور پنتاتونی که معمولمون که به صورت تک نوت نواختیمش، میتونیم مثلا با فواصل دیگه ای همزمان با هم به صدا درش بیاریم. این الان دو صدایی بود، میتونه سه صدایی باشه، 4 صدایی باشه، یا در واقع هر آنطور که شما در واقع برای موسیقی خودتون دوست دارید ازش استفاده کنید. از اونجایی که مینور پنتاتونیک نمیشه در واقع هارمونایزینگ مثلا با فواصل پنجم یا چهارم یا سوم هارمونایزش کرد، به خاطر اینکه تمام نوت ها در واقع فواصل سوم، چهارم، پنجم ندارن. مثلا اگر بخوایم همه نوت ها رو با فاصله پنجمشون بزنیم، لا فاصله پنجم داره، دو داره، ری داره، می نداره و فاصله پنجمش متعلق به گام مینور پنتاتونیک نیست. مثلا اگر بخوایم با فواصله سوم هارمونایز بکنیم، نوت ری نه سوم کوچک و نه سوم بزرگ داره. بنابراین فاصله ای رو من انتخاب کردم که تمام نوت ها بتونن به صورت یکسان هارمونایز بشن و تنها فاصله ای که میتونیم در گام مینور پنتاتونیک این کار رو باش بکنیم فاصله اکتاو. در واقع هر نوت رو میخواییم با نوت همنام خودش به صدا درش بیاریم، نوت همنامی که در واقع در فاصله هشتمه اون نوت واقع شده. و اگر مثلا این لا 100 هرتز فرکانس داشته باشه، نوت لای اکتاو بعدی ما حتما 200 هرتز فرکانس داره. روی سیم ششم و پنجم هر نوتی رو که بخوایم اکتاوش رو پیدا بکنیم، حتما دو تا سیم پایین‌تر و دو تا فرت جلوتر از خودش قرار میگیره. یعنی اگر این نوت لا باشه، حتما روی سیم دو تا سیم پایین‌تر و دو فرت جلوتر یه لای دیگه وجود داره. بنابراین ما میتونیم تمام اون پنتاتونیک هایی که توی جلسه اول یاد گرفتیم رو با نوت های اکتاوشون هارمونایز بکنیم. مثلا برای همون در واقع پوزیشن معمولمون یا پوزیشن معروف مینور پنتاتونیکی که در واقع همه بلدن، میشه این میشه برای هارمونایز کردن نوت های روی سیم های ششم و پنجم. برای نوت های سیم های چهارم و سوم دیگه دو سیم پایین تر و دو فرت جلوتر اکتاوش نخواهد بود، سه فرت باید بریم جلوتر تا اکتاو رو به دست بیاریم. پس میشه کل تمرینمون و در مورد دست راست این تمرین هم بد نیست که من یه توضیحاتی بدم. با دو تا تکنیک میشه در واقع، البته با بیشتر از دو تا تکنیک هم میشه. اگر که در واقع فینگر استایل نباشین، با دو تا تکنیک میشه این کار رو انجام داد. یکی از این تکنیک ها اینه که از پیچ
تونیک استفاده کنیم. فقط نکته که باقی مونه این که اون سیم وسطی که قرار صداش در واقع در نیاد، اون سیم باید توسط زیر این انگشت اول میوت بشه. که میبینیم صداش به صورت میوت شده اون تو هست. اگر سریع‌تر بزنیم در واقع میتونیم کمی از اون صدای میوت شده هم پرهیز کنیم. اما راه دیگهش توسط هیبرید پیکینگه، یعنی نوت بندتر رو پیک بزنه و نوت زیرتر رو در واقع از انگشتمون استفاده کنیم که دیگه اون صدای داخلی هم خبری ازش نخواهد بود، اما شما در واقع میوتتون رو انجام بدید. اگر هم فینگر استایل باشین که در واقع میتونین از در واقع انگشتانتون استفاده کنین برای اینکه نوت ها رو به صدا در بیارین. تمرین دومی که میخوایم در واقع امروز توی این جلسه راجعش صحبت کنیم اینه که هر نوت رو بدون توجه به فاصله ای که نسبت به در واقع نوت اصلی داره با نوتی که روی سیم بعدیش قرار داره در همون پوزیشن اگر با همون نوت به صدا درش بریم، مثلا نوت لا روی فرت پنج سیم ششم، نوت دو روی فرت هشتم سیم ششم، فرت پنج و هفت رو هم روی سیم پنج داریم، بنابراین میتونیم این دوتا رو با هم و این دوتا رو با هم به صدا در بیاریم و این تمرین رو تا پایان این کار رو میتونید روی تمام پنج پوزیشنتون انجام بدین. برای مثال و الاخر میتونید این کار رو در تمام پنج پوزیشنی که یاد گرفتین انجام بدین. این در واقع دو تمرین تمرینات ما برای جلسه دومه. توی جلسه سوم راجع به یک سری تکنیک ها در دست چپ و راست صحبت خواهیم کرد و بحث رو ادامه خواهیم داد. تا بعد.